همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی از همین شهر در اورشلیم. اشکان، جزئیات بیشتری از این منطقه حائل داره منتشر میشه، از تو بشنویم آنچه که تا الان منتشر شده. خب این گزارش رو اولین بار خبرگزاری رویترز منتشر کرد که گفت اسرائیل به شماری از کشورهای عرب در واقع گفته، اطلاع داده که قصد داره همچین کاری بکنه، قصد داره یک منطقه حائل درون نوار غزه ایجاد بکنه بعد از پایان جنگ، مانند اون چیزی که در دهه 80 اسرائیل در جنوب لبنان در واقع درست کرد، که در مورد اینکه حالا این مسافتش چقدر باشه گزارش‌های متفاوتی منتشر شده، از 500 متر در واقع درون عمق خاک غزه تا حتی 2 کیلومتر درون عمق خاک غزه هم گزارش شده که میتونه مسافتی باشه که این منطقه حائل رو تشکیل بده. در واقع بامداد امروز تایمز اسرائیل هم از قول یک مقام اسرائیلی، همونطوری که گفتی، این نکته رو تایید کرد. این مقام اسرائیلی گفته که اسرائیل قصد نداره هیچ منطقه‌ای رو از درون نوار غزه به خاک خودش الحاق کنه، قصد نداره که سربازان خودش رو در اونجا بذاره، اما این منطقه حائل رو ایجاد میکنه که حماس یا حالا گروه‌های دیگه نتونند دوباره اسرائیل رو غافلگیر کنند و حمله این مانند 7 اکتبر رو به سمت اسرائیل انجام بدن. باید گفت که وقتی که این خبر برای اولین بار منتشر شد، اعتراضاتی رو هم به همراه داشت، حتی از سوی مقامات آمریکایی هم به این موضوع اعتراض شده. یک نکته‌ای که باید بهش توجه داشت این هست که عرض نوار غزه بسیار کم هست. در برخی جاها عرض این باریکه به حدود 4-5 کیلومتر میرسه و اگر اسرائیل قصد داشته باشه که حالا از این عرض، درون این در واقع عرضی که وجود داره، یک منطقه حائل چند صد متری یا 1-2 کیلومتری هم ایجاد بکنه، این باعث خواهد شد که مساحت قابل زیست در نوار غزه از این هم بیشتر کاهش پیدا کنه و تراکم جمعیتی که همین الان هم بسیار بالا هست در این باریکه افزایش پیدا کنه. ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی از اورشلیم، ما را همراه کردید.